سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه و شاد و پر انرژی نشسته باشید تا آموزش ما رو ببینید. آموزش که این جلسه داریم ادامه دوخت و دوز سوتیان هستش که این ست ویکتوریا، ست خیلی قشنگ شورت و سوتیان ویکتوریا رو با هم دیگه تکمیلش کنیم. در جلسه قبل یه مقدار از روکشکشی کاپ رو با هم دیگه دیدیم. از این جلسه میخوایم قسمت دوم دوخت و دوز رو با هم دیگه داشته باشید، با من همراه باشید. قبل از اون از همتون خواهش میکنم که این کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستان خیاطتون حتما معرفی کنید ما رو، و هر کسی که به حوزه لباس زیر علاقه من هست انشالله که این کانال رو پیدا کنه و بتونید آموزش ها رو رایگان دریافت کنه. دوستتون دارم، میریم با هم دیگه ادامه دوخت و دوز این ست زیبا رو ببینیم. سلام بچه ها، امیدوارم عالی و پر انرژی باشید، امیدوارم که عاشق دوخت لباس زیر باشید و از دوختنش لذت ببرید تا بتونید این راه رو ادامه بدید. با آموزش تخصصی دوره دوم لباس زیر در خدمتتون هستم. داشتیم با همدیگه سوتیان اسفنجی میدوختیم. ادامه کار رو میخوایم انجام بدیم. تا اینجا کاسه ها رو به همدیگه متصل کردیم، دستک هامونم از جنس تورکش متصل کردیم و میخوایم که تمیز دوزی لبه پایین کار رو انجام بدیم. از توره از کش یک طرف دالبر بهش میگیم، یک طرفش دالبر یا هلال داره، از کش یک طرف دالبر استفاده میکنم برای تمیز دوزیش. و طریقه قرار دادن این کش هم اینطوری هستش که من بعد کارم به سمت راسته باشه، به سمت راسته، و سمت راسته کش رو بذارم روی راسته سوتیم. یعنی چی؟ یعنی این سمتش که پرزی هست میذارم اینجا، این سمتش که پرزی هست، پرزش بعد به بدن مشتری بخوره، این راسته پرزش رو میذارم به روی کارم و اینجا طرف براقشه، طرف براقش، و میام از لبه کار نزدیک به این هلال ها میدوزم، هلال ها به سمت بالا باشه، از این کنار میدوزم تا سمت مقابلش. کش ثانیشو مشخص میکنم. قاعده ای داریم که به ازای هر 10 سانت، هر 10 سانت پارچه شما 8 سانت کش بعد استفاده کنید. خب حساب میکنیم مثلا پایین کارت 80 سانته، 80 سان میشه چند تا 10 سان؟ میشه 8 تا 10 سان. پس 8 تا، پس 10 تا 8 سانتی میشه 8 تا. پس 8 تا 8 سانتی هم شما کش لازم دارین. 8 8 میشه 64 تا. 64 سانت کش رو به ازای 80 سان پارچه بعد استفاده کنید. یا اینکه بیا از دور تا دور طول کارت، حالا کار من کشی هستش دیگه، بعد خیلی بیشتر ازش کم کنم. ببین کارو که دولا میکنم نسبت به دولا، من کشمو تا اینجاها انتخاب میکنم، تا اینجاها نهایت اینقدر کش رو استفاده میکنم برای تمیز دوزی پایین کارم و برشش میدم. حالا سمت وسطش رو پیدا میکنم، وسط این کش رو پیدا میکنم، خب کارم رو راسته پهنش میکنم و به روی قسمت دانتل اینو قرارش میدم طوری که طرف زبرش الان رو به خودم باشه. یه سوزنچه اینجا میزنم، میام سمت لبه دستک و از سمت لبه دستک کارم که زیر چرخ گذاشتم شروع میکنم کشش رو اعمال میکنم تا برسم به وسط سوتیم. دوخت تو درشت درشت کن، افزایش گام دوخت، بعد از اون کشش رو اعمال کن، کشش رو اعمال کن. حالا کش رو میخوای به لبه تور بدوزی، طوری بدوز که از این سمت، ببین دوتا قسمت دستک زیر نیمد، من دوتا دستک دارم، دولا بود دیگه، دقت کن که دولاش بیاد زیر. دوباره هم کشش کش تو باید حواست باشه، هم اینکه قسمت دستک الان دولا توره، دولا تور رو بدوزی به این کشه. خب اینجا رو باز دقت کن، اینجا ما گیپور میدیم به سمت بالا که گیپور دوخته نشه. گیپور ما لازم داریم برای تمیز دوزی و فانتزی کردن کارمون.
خب سمت وسط که اومدم دیگه حالا سوزنچه رو درش میارم. دوباره حواسم هست که گیپور دوخته نشه. کشش کار رو باز تا انتهای کار میبرم میذارم تقسیم میکنم که تو همه جای کار کشش کش رو داشته باشم. دوباره اینجا که رسیدم گیپور رو میدمش به سمت بالا، بعد اون فولدر فنر رو از زیر بدوزش یک سانت آخرش که ندوخته بودیم اینجا الان زیر دوخت بیاد. خب از اینجا هم که دوتا لایه تور دارم حواست باشه روی دوتا لایه رو بدوزیم. جنس دستکتون رو شما میتونید لاک را بزنید یا از هر جنس پارچه تور یا دانتل دیگه ای. حالا میرم سمت مقابل کارم. خب میام از سر کار بچه رو میچرخم و باید حالا این قسمت رو بدوزم. پارچه رو همه اضافه دوختش باید زیر کش مخفی بشه و لبه کارم هم که این حالت هلال هلال ابریشمیش میفته. ببین به این سمت فولدرا که دارم میام فولدرمو کم میکنم، فولدرمو تا جایی که میتونم کمش میکنم چون کارمو ضخیم میکنه و حتی اضافه های دوخت رو هم که بیشتر از عرضه کش هست بازم کم میکنم. خب این قسمت دانتلم هم باید یه جوری حالا پوششش بدم. بیام جلوتر ببین به دانتل که میرسم دانتلمو یه مقدار به سمت داخل میخوابونم و از روش رد میشم. خب ادامه دانتلم هم الان همینجا که دارم تمیز دوزی قسمت لاکرا رو انجام میدم دوختو از روش میرم. درسته؟ بچه پس سمت مخملی این نوار یک طرف دالبورتون کشه یک طرف دالبورتون به سمت خودتون باشه. من اگه اشتباه گفتم اینجا اصلاح میکنم، سمت مخملیش به طرف خودتون باشه. ببین حاشیه یه مقدار به سمت بالا میکشم که دیگه خیلی هم بیرون نباشه از کار. دوباره به این سمت دیگه که رسیدم میتونی یه مقدار اینجا تا بدی یا حالا بریم از اون طرف ببینیم که اگه خیلی بیرون مونده که باید یه مقداری باز ببریمش بالا. خب ببین یک دور تمیزدوزی انجام شد، یه بار دیگه بعد قسمت فقط گیپوریمونو بدوزیم. همینجا که الان میخوام بدوزم تکلیفش رو دیگه مشخص کنم که اگر دانتلش بزرگه، حالا چون یکی اول بود میدوختیم شما برای تولید، اگه این بزرگه خب سری بعد اینو کوچیکتر ببرش دیگه. من یه مقدار اینجا یه حالت ساسون مانند از توش خارج میکنم که بیاد بالا و جمع شه. البته یه سری مدل ها هستن گیپورشون خیلی از قسمت پایین کار پایین تر هستش، گیپور پایین تر میفته. اینو یه لام میدم و اینجا میدوزمش که بره پایین. اینجا الان حالت جمع شونده داره، اینجا جمع شده اما توی تن کش بیاد دیگه اینطوری نیستش، باز میشه اینطوری صاف باید نیسته. از لبه پایین تر دانتل دارم چرخش میکنم. خب این طرف هم اگه نمیخواید دیده بشه
سمت زیر مخفیش میکنم. چموشه. اینم تمیزکاری پایین کار که دانتل بودش، دانتلمون کش نمی اومد، پایین کار کش می اومد و خیلی نکات رو بعد رعایت میکردیم. حالا قسمت تمیزدوزی بالای کار، قبل از اینکه کاپ رو وصل کنیم تمیزدوزی بالای کارمون هم باید انجام بدیم. یعنی من باید بیام و کش یک طرف دالبر رو به اندازه اینجا منهای یه مقدار کشسانیش ازش کم کنم و اینجا بدوزیم. خب ببین، کش یک طرف دالبر رو میام روی کار میذارم و از اون قسمتی که دوست دارم و کنار زیر بغل میفته طوری که مخملیش رو به خودم باشه شروع به دوخت میکنم. یه مقدار کشش رو اعمال میکنم. و میام به سمت کناره کارم. اگه دوست ندارید کشتون، کش رکاب از مرکز پشت بیاد، اول باید این قسمت رو تمیز دوزی کنید. خب من پس کشم رو همینجا خارج میشم چون دوست ندارم کش رکاب از اینجا بیاد و تمیز دوزی این سمت رو انجام میدم. تمیز دوزی این سمت میتونه با کشای رکاب باشه. خب یعنی شما این سمت معمولا میره داخل، خب معمولا میره داخل و لبش دوخته میشه. پس من یه مقداری اول میام این سمت رو اینجا دیگه لا نمیدم، میام از یه لبه میدوزمش. یه مقداری هم بیرون بذارید لبه کارتونو، بیشترم بیرون بذارید که الان این تبدیل به حلقش کنه. خب یک سانتی جا دوخ میذارم. کشم نیاد، نیازی به کشش نداره این کار، این فقط یه تمیز دوزی اولیه هستش. تا وسط قسمتی که میخواییم قزن رکاب رو بدوزیم، قزن پشت رو بدوزیم انجام میدم. حالا این بر میگرده به سمت داخل. ببین یه ذره دیگه هم از تورم دوخته نشد. بر میگرده به سمت داخل و اینطوری تمیز دوزیش انجام میشه. از سمت داخل این کشو بر میگردنم روی کار که هر دو طرف کارم تمیز باشه. و لبه مقابلش رو میدوزم. خب اگه بخوای اینو به شکل حلقه استفاده کنی همینجا میتونی اینو حلقه شکلش کنی. خب همینجا این حلقه شکل باشه و یه حلقه داخلش بندازی که تنگ و گشاد شدن یا کوتاه بلند شدن قسمت رکاب سوتیان از اینجا باشه. من داخلش حلقه میذارم. خب ببین، پس این قسمت من یه مقداری اضافه کشمو میبرم، این سمت داخل هستش، حلقه رو از داخلش رد میکنم میارمش به سمت داخل کار و اینجا سفتش میکنم. حالا ادامه تمیزکاریمو که داشتم با کش یک طرف دالبر ادامه میدادم انجامش میدم. تا لبه اینجا میام. خب اضافه دوختای اینجا رو کم میکنم.
زمینن اگه میخواستین داخل این قسمت رو فنر استخوانی قرار بدید الان وقتش بود. یعنی اینجا فنر استخوانی میشه قرار داد. فنر استخوانی رو به صورت عمودی اینجا میتونیم قرارش بدیم. ببینید این فنر رو آماده، یه حالت پلاستیکی و استخوانی داره، توی خرازی ها آمادهش هستش. اگه میخواین استفاده بکنید همین الان قبل از اینکه تمیزکاریتون رو نهاییش کنید باید اینو توی فولدر قرار بدید. سایزهای مختلف داره، کوتاه و بلندی های مختلف داره، به صورت رول و توپیش هم هست که هر اندازه خودتون خواستین زمان دوخت میتونید برش بزنید. خب میره کامل داخل کار و حالا برمیگرده. ببینید این فنرهای استخوانی بزرگترش هم هست و با ایستای بیشترش هم وجود داره. اگه میخواستین زخیمتر و محکمتر باشه میتونید از سایز بزرگترش استفاده کنید. خب حالا از این آخر کار شروع میکنم به ردیف دوم دوخت. اینو یه مقدار میارم رو، بیشتر گذاشته بودم. اضافه دوخت فولدرت رو حتما جدا کن که بدن رو اذیت نکنه. خب به این شکل قسمت کشمون هم که آماده شد میخوایم کش بندازی. اینم تا اینجا دوخته شد. سمت مقابل هم به همین شکل تمیز دوزیشو انجام میدیم و جلسه آینده میریم برای اتصال کاپ ها و ادامه کار. دوستتون دارم بچه ها. ازتون درخواست میکنم که ما رو حمایت کنید، پیج ما رو دنبال کنید. آموزش های لباس زیر تخصصی دو رو داریم توی این پیج. سایر کانال های تلگرام و اینستاگرام رو هم دنبال کنید که براتون کلی آموزش در نظر گرفتم. تا ادامه آموزش در جلسه آینده به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا یار و نگهدارتون باشه.